رحمان رحیم، صحبت امروز ما درباره چیستی علم و چرایی اهمیت داشتن پرداختن به این موضوع هست. نکته اولی که خدمتتون عرض می‌کنیم اینه که چرا باید درباره علم صحبت کنیم و توجه کنیم که چه خصیصه‌هایی داره و چه اهمیتی داره پرداختن به این موضوع. واضحه که در زندگی امروز بشر در هر شهر و روستایی که ما زندگی می‌کنیم جلوه های علم رو خیلی روشن و بلاواسطه مشاهده می‌کنیم. در پزشکی، در خانه‌سازی و مهندسی عمران، در اقتصاد، در هر حوزه‌ای که شما بهش توجه بکنید محصولات علم و دستاوردهایی که علم به دست آورده رو مشاهده می‌کنید. خب این در همامیختگی زندگی امروز ما به علم موجب میشه که لازم باشه توجه ویژه‌ای داشته باشیم به خصایص علم و اینکه چه محدودیت‌هایی داره و چه امکاناتی داره، و به خصوص ما که در دانشگاه مشغول مطالعه علم هستیم و قرار هست که به توسعه علوم کمک بکنیم، متوجه این باشیم که قراره چه دستاوردی داشته باشیم و چه رهاوردی برای زندگی بشر داشته باشیم. نکته دوم درباره اهمیت پرداختن به علم اینه که در صحبت‌های روزمره در رسانه‌ها، رادیو و تلویزیون و همچنین شبکه‌های اجتماعی بسیار به علم ارجاع داده میشه و درباره اون صحبت میشه. مثلا جمله میخونید که نوشتن روانشناسان معتقدند فلان، یک کاری رو باید دادن در زندگیش انجام بده. اقتصاددانان گفتند فلان، یا پزشکان گفتند این میوه رو بخورید، این میوه رو نخورید. به خصوص در دوران کرونا که این ارجاع به گفته های دانشمندان بسیار به چشم میخوره. خیلی ها هستن که برای اینکه گفته های خودشون رو معتبر نشون بدن، اون رو در قالب گفته های دانشمندان جای میدن. خب لازمه که ما بدونیم علم چه شکلی داره. آیا آنچه دانشمندان میگویند معتبر است؟ هر آنچه که هر دانشمندی میگوید معتبر است؟ این مسئله مهمیه، چون در گفتگوها و عرصه های اجتماعی به طور مرتب اون رو میبینیم. و نکته سوم این هست که علم در جامعه مدرن یک نهاد اجتماعیه. ما خودمون که در دانشگاه هستیم، چه مشغول تحصیل هستیم، چه مشغول تدریس یا پژوهش هستیم، به طور بیواسطه درگیر این موضوع هستیم و بخشی از این نهاد اجتماعی بزرگ هستیم. بعدن که دانشجویان فارغ التحصیل میشن، باز هم به اعتبار این نهاد اجتماعی در سازمانها و نهادهای دیگه مشغول به کار میشن. بنابراین علم دیگه امری حاشیه‌ای نیست، بلکه قدرت داره، حضور مستمر داره، در عرصه سیاست حضور داره، در عرصه جنگ حضور داره. به همین خاطر خیلی مهمه که متوجه چیستی اون باشیم. حالا در هر رشته‌ای که داریم تحصیل می‌کنیم باید به این نکته توجه بکنیم. خب واژه علم که ما اینجا داریم استفاده می‌کنیم، منظورمون ساینس هست. ساینس در انگلیسی، کلمه ساینس ریشه لاتین داره و خب تو زبان‌های مختلف اروپایی هم کم و بیش با اندکی تفاوت استفاده میشه، چه در فرانسه و ایتالیایی و انگلیسی و غیره. این نمودار از گوگل برداشته شده، از دیکشنری گوگل، که نشون میده در طول 200 سال گذشته استفاده از واژه ساینس هم افزایش داشته. از 1800 تا 1010 حدود شیب افزایشی رو شما در بکار بودن واژه ساینس میدونید. این نکته مهمه که توجه بکنید ما منظورمون ساینس هست، چون گاهی وقتا ساینس رو علم و گاهی وقتا دانش در فارسی ترجمه میکنن. ما وقتی میگیم دانشمند منظورمون ساینتیست هست، و وقتی میگیم علم منظورمون ساینس به معنی خاص کلمه است. خب تعریف آکادمی علوم آمریکا رو اینجا مشاهده میکنیم. علم برای تبیین و پیشبینی پدیده‌های طبیعی مورد استفاده قرار می‌گیره. منظور جهان بیرونه، جهانی که ما با اون مواجه هستیم. تبیین یعنی گفتن چرایی و
و پیشبینی یعنی پرداختن به آینده. شناختی که در این فرایند پژوهشی به وجود میاد رو بهش میگیم شناخت علمی. بنابراین علم قراره که به ما درباره چرایی و درباره آینده پدیده ها در واقع مطلب بده. تعریف دوم از گولد هست. گولد معتقده که علم شامل تمام جهان تجربی میشه. تو این جهان تجربی هم ما میریم شواهد جمع آوری میکنیم، یعنی وارد جهان میشیم و داده ها، اطلاعات، نمونه ها رو استخراج میکنیم. فرق نمیکنه رشتمون فیزیک باشه، شیمی باشه، جامعه شناسی باشه یا اقتصاد باشه. هر کدوم از اینا باشه دنبال شواهد هست. اگه جامعه شناسی باشه با آدما حرف میزنیم، مشاهده میکنیم، گفتگو میکنیم. اگه اقتصاد باشه رفتارهاشون رو ثبت میکنیم، مصرفشون رو، خریدشون رو. اگه شیمی و فیزیک باشه ممکنه که مواد و اجناس و سنگها و فلزات رو جمع آوری کنیم برای اینکه در واقع ویژگی اصلی علم این هستش که بر مبنای شواهد بیرونیه. اما علم یک بال دیگر هم در تعریف گولد داره و اون بال نظریه هست. ما در علم صرفاً به شواهد اکتفا نمی کنیم، بلکه از نظریه ها استفاده می کنیم برای اینکه به این شواهد معنا و جهت بدیم. نظریه ها محصولات فکری و اندیشه‌ای هستند. علم را بدون یکی از این دوتا نمیشه تصور کرد. یعنی اگر شناختی فقط مبتنی بر نظریه پردازی ذهنی باشه دیگه ساینس نیست. مثل این میمونه که دانشمند صرفا در اتاق کار خودش بشینه و مثلا درباره رفتارهای مردم در هنگام تورم اندیشه ورزی کنه و هرگز نره که رفتارهای مردم رو ببینه. و برعکس اگر علم صرفا شامل شواهد باشه بازم ناقص خواهد بود، به خاطر اینکه شواهد صرف رو نمیتونیم بهش معنی بدیم. اینا یک نخ تسبیحی میخواد که کنار هم قرار بگیره و تصویری معنیدار به وجود بیاد. اگر شما صرفا فرض کنید در زیستشناسی گیاهی انواع برگ ها رو جمع آوری بکنید و هرگز دست به طبقه بندی و اندیشه ورزی درباره شباهت ها و تفاوت های اونها نزنید، چیزی رو متوجه نخواهید شد. بنابراین این دو بال یا این دو ستون همواره کنار هم هستن. تعریف سوم از فیزیکدان برجسته فینمن هست. در واقع یک تعریف نیست، یک ایده موجز درباره علم هست. فینمن میگه که علم یعنی باور به نادانی متخصصان. این رو خود متخصصان بهتر از هر کسی میدونن که دانششون ناقصه و چون ناقصه انگیزه دارن برای پژوهش کردن و گسترش مرزهای دانش. این نکته جالب توجهیه. شما وقتی به علم تکیه میکنید یعنی قبول میکنید که مرزهای نادانسته های ما بی انتهاست و دانسته های ما بسیار اندکه و باید به شدت تلاش بکنیم برای اینکه دانسته ها رو افزایش بدیم و اتفاقا هرگز نمیتونیم تشخیص بدیم که دانسته ما کجاست و نادانسته ما کجاست. به طور خلاصه نتیجه گرفتیم که شناخت علمی شناختیه که بر مبنای مراجعه به جهان یعنی تجربی بودن و اندیشه ورزی درباره جهان یعنی نظریه پردازی باشه و این یک نوع شناخت خاصه در کنار دیگر انواع شناختی که به اونها کمی خواهیم پرداخت. خب ببینیم که علم چه ویژگی هایی داره. اول اینکه علم یک کالای جمعی است و جمعی تولید میشه. علمی نیست که یک نفر یا یک دانشمند اون رو به وجود آورده باشه. همه توش سهیمند. علم یک دارایی بشری است. اگر از این منظر نگاه بکنی اکتشافاتی که در ایران در واقع به وجود میاد متعلق به تمام بشریته و اکتشافاتی که در آلمان، در ژاپن، در آمریکا یا هر کشور دیگه‌ای رخ میده اونها هم متعلق به تمام بشریته و ما حق داریم از اونها استفاده بکنیم.
علم محصول تمدن بشری است، یک کالای جمعی است، یک دارایی جمعی است و همه ما در اون شریک هستیم، هم برای استفاده از اون و هم در تولید اون تلاش میکنیم. دوم که علم جهان شموله. جهان شمول بودن به این معنی است که علوم یعنی نوع شناخت علمی در همه جای جهان صادقه، مگر توسط بخشی از متغیرهایی که درون خود اون شناخت علمی هستن محدود بشه. مثل این میمونه که ما خصایصی که درباره آب یا درباره فلز آهن و غیره میشناسیم، اینها محدود به اینکه چه کسی این آزمایش رو روی فلز آهن انجام بده نیست. فرقی نمیکنه چه کسی آزمایش کنه، آهن اون خصایص رو داره یا آب اون خصایص رو داره، چه تو ایران آزمایش بشه، چه تو آلمان، چه توی مثلا آفریقا. فقط ممکنه که وقتی تو ایران آزمایش میشه روی آب، مثلا در ارتفاع زیر سطح دریا، خصایصی ببینیم که در ارتفاعات آفریقا این خصایص دیده نشه و تغییر کنه. خب این به خاطر مکان نیست، به خاطر متغیر دیگری است، مثل ارتفاع که اون هم قابل توضیحه. بنابراین علم خاص به معنی اینکه ویژه جایی باشد و جای دیگری صدق نکند نیست، بلکه باید اون فاکتورهایی رو پیدا کرد که تعمیم علم رو محدود میکنه و اون فاکتورها رو خودشون رو وارد علم کرد. نکته بعدی این که علم انباشتی است، به این معنی که محققان و دانشمندان، کسانی که در علم فعال هستند، تمام تلاش خودشون رو میکنن که چیزی به علم بیفزایند. هر زمانی که محققان میخوان تحقیق انجام بدن، یافته های دیگران رو میخونن و سعی میکنن اندکی جلوتر بروند. این ایده حالا گفته که به نیوتن نسبت داده میشه و قبل از اون هم وجود داشته، به این معنی که من بر شانه های غول ها ایستادم پس میتوانم دورتر را ببینم، از همینجا میاد. در فلسفه، در فیزیک، در شیمی کشفیات بزرگ دانشمندان نابغه رو مطالعه میکنیم و سعی میکنیم چیزایی بر اونا بیافزاییم. اجتناب میکنن دانشمندان از اینکه چرخ رو دوباره اختراع کنن، یعنی هر کسی راه خودش رو بره. این به این معنیه که یک اجتماع علمی وجود داره. مثلا میان اقتصاددان ها نوشته های همدیگر رو میخونن در مجلات علمی پژوهشی در قالب کتاب. جامعه شناسان دنیا نوشته های همدیگر رو میخونن، فیزیکدان ها نوشته های همدیگر رو میخونن، متخصصین ویروس شناسی مهمه که آخرین یافته های همدیگر رو مطلع باشن تا دوباره کاری رخ نده. و نکته آخر این که در داخل علم انبوهی از نادانسته ها وجود داره، به همین خاطر علم به طور مداوم تغییر پیدا میکنه. اصلا تغییر جزء ذات علمه. علم و یا ساینسی که ثابت باشه و بلا تغییر باشه وجود نداره، چون دانش ما مدام تغییر شکل میده، مدام احتمالا کاملتر میشه. بنابراین تکیه کردن به علم یعنی تکیه کردن بر تغییر مداوم، آماده بودن برای نقض شدن چیزهایی که قبلا اثبات شده میدونستیم. دانشمندان خودشون بیشتر و بهتر از هر کس دیگه آمادگی دارن برای اینکه یافته هاشون نقض بشه. خب حالا ببینیم که پارادایم به چه معنی. هر علمی یک سری پیش‌فرض داره، یعنی محققان خالی و ذهن وارد میدان نمیشن، حتی اگر خودشون متوجه این پیش‌فرض ها نباشن. این پیش‌فرض‌ها رو میشه در چند دسته کلی قرار داد، به این معنی که در یک علم احتمالاً چند پارادایم وجود داره و هر کدوم از نظریه پردازان، محققان در درون یکی از این پارادایم‌ها قرار دارن، چه خودشون مطلع باشند و چه مطلع نباشند. این تصویری که ملاحظه می‌فرمایید چرخه کون نام داره. کون یک نظریه پرداز برجسته در حوزه علم هست. ملاحظه می‌فرمایید که توی این چرخه از بیرون علم خیلی وقتا از باورهای عامیانه یا هر جای دیگه‌ای
باورهایی وارد علم نرمال، یعنی آن چیزی که علم بهنجار شمرده میشه و موجب تغییراتی در مدل علم بهنجار میشه. به این ترتیب بحرانی برای اون پارادایم علمی مسلط رخ میده و سپس انقلابی در مدل‌ها به وجود میاد که منجر میشه به یک تغییر پارادایم. مثال کلاسیک این موضوع تغییر پارادایم فیزیک نیوتونی به فیزیک نسبیت در قرن 20 هست. در واقع مسائل جدیدی که پیش روی فیزیک نیوتونی قرار گرفت موجب شد که فیزیک نسبیت مبنا قرار بگیره. به عنوان مثال دیگه جامعه شناسی رو میتونم خدمتتون نام ببرم که معمولاً محققان حوزه جامعه شناسی سه پارادایم رو در جامعه شناسی از همدیگه متمایز میکنن: پارادایم واقعیت اجتماعی، پارادایم تعریف اجتماعی و پارادایم رفتار اجتماعی. که حالا الان موضوع بحث ما نیست که هر کدوم از این پارادایم ها چه ویژگی هایی دارن، اما نکته کلیدی در اینجاست که شما به عنوان محقق علمی متوجه این موضوع باشید که بدون پیش‌فرض با واقعیت مواجه نمیشید. و حتی خیلی خوبه که در اون علمی که دارین فعالیت میکنید، در اقتصاد، در جامعه شناسی یا هر علم دیگه ای، سابقه تغییرات پارادایمی اون علم رو مطالعه بکنید. هم بسیار آموزنده است و هم بسیار جذاب. اما جهانی که ما توش زندگی میکنیم، شناخت هایی که نسبت به این جهان داریم فقط بخشیش علمی هست و بخش زیادی از شناختی که ما نسبت به جهان داریم شناخت های غیر علمی است. خب چند نکته اینجا میشه عرض کرد. اینکه شناخت های غیر علمی شناخت هایی هستن که غیر تجربی و نامنظم به دست آمدن. مثلا خیلی از ماها داوری هایی داریم راجع به سبک زندگی و توصیه هایی به دیگران میکنیم. اینها معمولا بر اساس یکی دو مشاهده یا تجربه که در زندگی شخصیمون یا زندگی شخصی اطرافیانمون داشتیم شکل گرفتن. مثلا برای تعاملات بین زن و شوهر توصیه هایی میکنیم. این توصیه ها رو خیلی وقتا از یکی دو تا مورد مشاهده استخراج کردیم، در حالی که محققین علمی این کار رو نمی کنن. اما مسئله در اینه که همین داوری های غیر علمی بسیار کارسازن و زندگی رو بر ما آسان میکنن. لزوماً غلط نیستن، ولی خب لزوماً درست هم نیستن. این تصویری که اینجا ملاحظه میکنید، خب تو خیلی از فرهنگ ها گربه سیاه نشانه بدشانسی تلقی میشه. این یه باوری هست، یه شناختی هست که حالا ممکن است بشه بذاریم خرافات، ولی نمونه ای از چیزهایی که به شکل تجربی بررسی نشدن. باید دقت بکنیم فرق شناخت علمی با شناخت غیر علمی در روش رسیدن به اون شناخت است. اگر روش رسیدن تجربی و منظم باشه، اون شناخت علمی محسوب میشه. نکته دومی که این شناخت ها لزومت بی ارزش نیستند، بلکه همونجور که خدمتتون عرض کردم بسیار یاری رسان هستند. خیلی وقتا اصلا ممکنه که کلیدی باشن، به خاطر اینکه ما تمام شناخت هامون رو نمیتونیم بر اساس تجربه بنا کنیم. بسیاری از حوزه های مهم زندگی ما مثل حوزه دین بخش زیادیش غیر تجربیه و قابل انکار کردن نیست، قابل چشم پوشی کردن هم نیست. شاید بشه گفت که بخش غیر علمی شناخت های ما از بخش علمی شناخت های ما بسیار بزرگتر هست. خیلی ممنون، براتون آرزوی موفقیت دارم.